برگزاری دو جلسه استماع در سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده با حضور مقامات وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا پنتاگون اعلام کرد تحقیقات درباره مجوز امنیتی یکی از مأموران نفوذی رژیم آغاز شده است. به دنبال افشای شبکه نفوزی های رژیم آخوندی در آمریکا پنتاگون اعلام کرد که تحقیقاتی را درباره مجوز امنیتی یکی از این ماموران به نام آریان تباتبایی که مکنون در وزارت دفاع آمریکاست آغاز کرده است. در جلسه استماع کمیته روابط خارجی کنگره با حضور شماری از مقام های وزارت خارجه برایان ماست، نماینده کنگره خطاب به کریستوفر مایر دستیار وزیر دفاع آمریکا گفت <تصفح> Who is currently has a revoked security clearance and is suspended for classified mishandling, allegedly. در حال حاضر اتهاماتی وجود دارد که رئیس دفتر شما که همچنین دستیار سابق رابرت مالی یکی از معماران توافق با رژیم ایران بوده است کسی که همکنون مجوز امنیتیش به دلیل سوء از اسناد طبق بندی شده لغو شده است بخشی از یک گروه به نام طرح کارشناسان رژیم ایران بوده این گروه به وزارت خارجه رژیم ایران گزارش میداد و مأموریت تاثیرگذاری بر سیاستگزاران آمریکا را داشت تا با آنچه حکومت ایران میخواست موافقت کنند آیا رئیس دفتر شما به گروه به نام طرح کارشناسان ایران سایر همکاران گزارش شده آن یا, یا هر گروهی که به وزارت خارجه رژیم ایران گزارش میدن ارتباطی داشته است That your chief of staff, who was also a former aide for Robert Malley, an Iran deal architect, uh, that who is currently has a revoked security clearance and is suspended for classified mishandling, allegedly. That she was a part of a group known as the Iran Expert Initiative, which reported to the Iranian Foreign Ministry. And had the mission of influencing U.S. policymakers to agree with what the Iranian government wanted. Did your chief of staff have any affiliation with a group known as the Iranian Expert Initiative, its other reported associates, or any groups reporting to the Iranian Foreign Ministry? وزیر در پاسخ از جمله در اعطای اطلاعات محرمانه ویژه به رئیس ستاد من به درستی رایت شده است یا خیر. We are into all law and secret, pause on ماک پومبو، وزیر خارجه قبلی آمریکا درباره افشای شبکه نفوذی های رژیم در آمریکا نوشت وقتی یک حکومت تروریستی به بالاترین سطح دولت ما نفوذ می کند، کاخ سفید باید این موضوع را جدی بگیرد.